طبق روال سنوات گذشته گرد همایی بزرگ مبلغان در آستانه ماه محرم با حضور علمای اعلام، طلاب، فضلا و مادهان اهل بیت علیه السلام در بیت مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله برگزار گردید. این گرد همایی با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید و پس از آن حاضرین به سخنان ارزشمند مرجعیت شیعه گوش جان سپردند معظم الله در آغاز بیانات خود حلول ماه محرم الحرام و سفر الاحزان را به محضر مقدس امام زمان ارواح و نافده، علما، فضلا و جمیع مسلمانان مخصوصا مظلومان در جای جای جهان تعذیت و تسلیت گفتند. ایشان در ادامه با اشاره به نامه معاویه برای امام حسین علیه السلام فرمودند معاویه که به شهادت تاریخ اهل تشیع و اهل عامه جزو شجره ملعونه است در نامه خود ضمن اینکه به امام حسین علیه السلام تهمت فتنه میزند سید جوانان اهل بهشت را به آنچه آن را تقوا معرفی نموده فرا میخواند حال که شخصیت معاویه بر همگان روشن است معظم الله در ادامه با توجه به اینکه نامه سید و شهده علیه السلام در جواب معاویه خلاصه از مسائل توحیدی، معاد، نبوت و امامت بوده در بردارنده ملزومات سعادت بشری است به مؤمنان توصیه نمودند که این نامه را مطالعه نمایند مرجعیت شیعه سپس با اشاره به قسمتی از این نامه فرمودند سید و شهده علیه السلام پاسخ معاویه را کوبنده داد و حکومت وی را بزرگترین فتنه برای امت اسلامی می شمارند. غدر اعمال سنی های تندره داعش در تبعیت از ظلمهای معاویه عنوان کرده و ادامه دادند، از اعمالی که تمامی ظالمان در آن مشترک هستند این است که جنایات خود را به مؤمنان نسبت می‌دادند چه کسی باعث تفرقه میان امت شده بود معاویه شخصا تفرقه پراکنی میکرد و آن را به حضرت سید و, شهد و علیه السلام نسبت میداد معظم الله فرمودند در زمان کنونی چه کسی وظیفه دارد این حقایق را به گوش جهانیان برساند اهل باطل از طریق وسایل روز سعی بر پوشاندن این حقایق دارند بنابراین مؤمنان نیز باید همت نموده و با استفاده از همین وسایل حقیقت اسلام و فرهنگ حسینی را به گوش جهانیان برسانند ایشان در ادامه با اشاره به دعوت توحیدی پیامبر اسلام فرمودند تولی و تبری از مصادیقی است که از اول اسلام با یکدیگر توأم بودند و باید به یک اندازه بدانها احتمام ورزید کما اینکه مقدسترین مقدسات مشرکان بتهای آنها بودند و در چنین فضایی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند قولو لا اله الا الله تفلحوا معظم الله با بیان قسمت های از قضیه دعوت کفار کوه مرده به اسلام توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سنگباران ایشان توسط کفار و طلب مغفرت نمودن برای آنها توسط پیامبر گرامی اسلام افزودند ما باید خود بیاندیشیم که اگر من و شما بودیم تا چه میزان استقامت می کردیم قرآن کریم ما را به درس آموزی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امر کرده است پس اگر آزاری در راه نشر معارف دین متوجه ما شد استقامت بورزیم آیت الله العظما شیرازی افزودند در سر تا سر تاریخ رسالت پیامبر اکرم تبری قبل از تولی بوده و حتی در زیارت آشورا که حدیث قدسی نیز ابتدا تبری وارد شده است اگر این را قبول داریم که به تبری قبل از تولی اهمیت داده شده پس چرا برخی حتی از نام تبری حراس دارند؟ ایشان ادامه دادند به اعتراف تاریخ تظاهراتی بر ضد متوکل به راه افتاد که به دستور متوکل بیش از سی هزار نفر از معترضان را کشتند در حالی که همین رخ داد در زمان امیر علی علیه السلام اتفاق افتاد و آن حضرت نه تنها برخورد خوشونت آمیز ننموده و کسی را زندانی هم نکردند بلکه خواسته معترضان را علا رغم میل خود یا اینکه بلکه خواسته معترضان را علا رغم میل خود برآورده نمودند این فرهنگ باید به جهانیان رسانده شود و ماه محرم الحرام و سفر مناسب ترین فرصت برای این منظور است. باید فرهنگ امیر و مؤمنان علی علیه السلام و فرهنگ معاویه جهانی شود و این وظیفه بر همه تمام افراد اعم از عالم و غیر عالم و افراد عادی است. معظم الله حفظودند وظیفه دوم همگان احتمام به شاعر حسینی است. برای مثال تزیین مساجد با طلا مورد رضایت خدای متعال نیست و در روایات آمده است که المشاهد المشرفه کل مساجد پس طبق این روایات مشاهد مشرفه معصومین علیه السلام نیز همان حکم مسجد را دارند حال همان علما تصریح دارند که اگر ذریح امام از طلا باشد اشکال ندارد زیرا به عقیده عالمان دین شعائریت ذریح طلا راحت تزئین با طلا را نقض می کند و حتی برخی از علما نه تنها این ذریع ها را جزو شاعر می دانند بلکه آن را از ضروریات مذهب و دین بر می شمارند مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله تاکید کردند هر چیزی که از نظر عرفی تجلیل و تعظیم معصومین علیه ما سلام به حساب آید جز شاعر است و تمامی شاعر علال خصوص شاعر مقدس امام حسین علیه سلام نیز همین گونه شاعر حسینی باید جهانی شوند و هر کس در این راه کوتاهی کند اگر مرتکب حرام نشده باشد زیان کرده است. معظم الله در پایان سخنان خود فرمودند امیدوارم خدای از وجل انایت فرموده و توفیق همگان را در این راه مستدام و افزون بدارد. بنده نیز دعاگوی همگان برای ادامه این راه هستم و از آنان التماس دعا دارم.